دوستان تا حالا شده به چیزی فکر کنین اون اتفاق همون لحظه براتون بیفته؟ این نیروی اندیشه است. نیروی اندیشه شما رو کمک میکنه که به هر چیزی که فکر میکنین و باور دارین بهش برسید. در واقع انسان‌ها، موقعیت‌هایی که شما در اون هستین، توی اندیشه شما اتفاق افتاده که تو اون لحظه برای شما در حال رخ دادنه. پس بنابراین اگر می‌خواید زندگی سعادتمند داشته باشین و ثروت و موفقیت داشته باشین، افکار ورودی خودتون رو کنترل کنین. بدین ترتیب میتونین تصمیم بگیرین که چه اتفاقی، چه موفقیتی، چه کاری تو زندگی شما برای شما اتفاق بیفته. موفقیت یه معجزه نیست دوستان. موفقیت نتیجه یک عملیه. شما اگر اهدافتون رو مشخص کنین، لازمه بریم ببینین کسایی که به اون اهداف رسیدن از کاراشون الگو برداری کنین. مطمئن باشین شما هم به اون هدف میرسید. این همون قانون کاشت و برداشته. هر چی بکارین برداشت میکنین. ثروت، سعادت، شکوفایی، موفقیت، همه اینها نتیجه مستقیم و غیر مستقیم یک عملی بوده دوستان. شما تمام افراد رو بررسی کنین، به هر نتیجه رسیدن یک عملی انجام دادن. اینجوری نیست که مثلا شما فرض کنین طرف هیچ کاری انجام نداده. دو تا خبر خوب دارم دوستان برای شما. اول اینکه افکار شما اجباری نیست، افکار شما دست خود شماست. یعنی شما هستین که تعیین می‌کنین به خوب فکر کنین یا به بد فکر کنین. پس بنابراین به خوب فکر کنین. دومی خبر خوب اینه که توصیف اعمال یاد گرفتنیه. یعنی شما میتونین یک اتفاقی که افتاده به شادی و خوبی تا بیانش کنین یا خیلی به اصطلاح با غم و اندوه بیانش کنین. دیدی وقتی که یک خبر بهتون میرسه سریع شما دچار احساسات میشین؟ یعنی اگه خبر خوب باشه به وجد میاد، اگه خبر بد باشه غمگین میشین. پس انسان به شدت تحت تاثیر احساسات خودش قرار داره و آدمای موفق کسایی هستن که بتونن اون احساس رو کنترل کنن. حالا چطور استفاده کنیم از این چند تا کلیپی که خدمتتون گفتم؟ دوستان خوبم، اول بیاین زندگی خودتون، روابط مالی، روابط کاریتون رو بررسی کنین، با خودتون صادق باشین. دوم بیاین افکارتون رو ببینین در رابطه با اینها چطور فکر می‌کنین. تمام مسائلی که مثبت هست رو توی افکارتون تقویت کنین و اونهایی که در رابطه با خلاف این جهت هست، در خلاف جهت موفقیت شماست، اونها رو ضعیف کنین. به این ترتیب میتونین خیلی راحت از این قانون استفاده کنین. ممنونم که به این ویدیو توجه کردین. اگه از محتوای اون لذت بردین، حتما برای دوستانتون به اشتراک بذارید. لایک کنین، نظراتتون رو به ما بگین که ما محتوای بعدیمون رو بر اساس نظرات شما تهیه کنیم. قبراق، شاداب، پیروز، سربلند، موفق باشید.